بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از حضور زورمندان و ناقضان حقوق بشر در میان نامزدان انتخابات پارلمانی سخت نگران است. با باور این نهاد در میان نامزدان انتخابات پارلمانی کسانی هستند که با گروه های مسلح غیر مسئول رابطه دارند. در این حال کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی میگوید که تاکنون بیش از 300 شکایت به این کمیسیون رسیده است و 10% این شکایت ها درباره 30 نامزد است که به فهرست ابتدایی راه یافتند. شکیلا ابراهیم خیلی گزارش می دهد. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی می خواهد تا با استفاده از صلاحیت های قانونی و بررسی جدی شکایت ها مانع راه یافتن نامزدانی که به نقض حقوق بشر و دیگر جرایم متهم هستند به انتخابات پارلمانی شود. کاندیدایی هستند که دارای قدرت و توانمندی لازم به اصطلاح هم دارنده زور و زر در منطقه هستند و حضور از اینا در لست کاندیداتوری برای کاندیدای دیگه تهدید است، یک نوع مشکل است و همچنان مردم هم بی باور می سازه بالای پروسه. کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی می گوید در یک هفته ای که برای رسیدگی به شکایت ها و اعتراضات تعیین شده بود 310 شکایت و اعتراض در برابر نامزدان به این کمیسیون رسیده است. حدود 10% از این اعتراض ها از سوی بعضی از شخصیت ها و واجدان شرایط رایدهی و نهادها هست بر ضد شمار از نامزدان ولسی جرگه که در فهرست ابتدایی رای یافتن و ادعا شده است که بعضی از اینها ناقضان حقوق بشر هستند یا در قتل ها دست داشتند و یا اینکه مرتکب اختلاس شدند که باید به این موردها هم رسیدگی به صورت گیرد. کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی میگوید که پس از 20 ماه جوزا فهرست نهایی نامزدان انتخابات پارلمانی اعلام خواهد شد. سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی میگوید که ساحه سقوط هواپیمای شرکت هواپیمایی پامیر شناسایی شده است. وزیر هوانوردی میگوید که لاشه این هواپیما در 20 مایلی میدان هوایی بگرام پیدا شده است. وی میگوید که در حال حاضر روی پلان بعدی عملیات همراه با نیروهای آیسف کار میکنند. گزارشگر ما جلال میرزاد از ولایت پروان همین اکنون روی خط تلفن است و در مورد جزئیات این خبر معلومات ارائه خواهند کرد. آقای میرزاد، پس از عرض سلام خدمت شما میخواهیم در مورد تازه ترین جزئیات در مورد شناسایی ساحه هواپیمای سقوط کرده شرکت هوایی پامیر و همچنان سرنوشت سرنشیناش بر ما و بیننده ها جزئیات را بکنین. بله، سلام ما سرانجام پس از 4 روز تلاش برای جستجوی محل رویداد امروز مقامات دولتی توانستن که محل رویداد را پیدا کنند. وزیر سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی برای عملیات خود رفتن و محل رویداد را تشخیص کردند، تصاویری به دست ما دادند و ما را در جریان گذاشتند. محل رویداد تصویر شده اما تاکنون روشن نیست که اجساد چی گونه است، آیا کسی زنده بوده یا داخل طیاره زنده مونده معلوم نیست. در حال حاضر شمار از مقامات دولتی وکیلای پارلمان اینا یک جلسه گرفتن به خاطر برگشتاندن اجساد که در محل رویداد است، اما تا کنون کدام اقدام نکردن. تشکر از شما آقای میرزاد. تشکر از شما. کارمندان ریاست عمومی امنیت ملی 2 مرد را به اتهام انجام حملات هراس افغانانه در ولایت پنجشیر بازداشت کردند. اتهام این افراد حمله بر وسایل گروه بازسازی ولایتی در بازارک پنجشیر، حمله بر وسایل یونما در روستای پیشغور و حملات هراس افغانانه در ولسوالی اونابه این ولایت خوانده شده است. قرار است نشست مالدیو با حضور شمار از شخصیت‌های نهادهای مختلف افغان آغاز شود. همایون جریر یکی از برگزار کنندگان این نشست میگوید که در نشست مالدیو شمار از اعضای شورای ملی، زنان و نمایندگان از طالبان شرکت میکنند. آقای جریر این نشست را برای تامین امنیت سراسری در افغانستان مهم میداند. اساسی کنفرانس تامین امنیت سال در افغانستان و خط دائمی جنگ در کشور است. در این کنفرانس شخصیت های مهمی مربوط به جناح‌های مختلف مهم سیاسی کشور حضور دارند، شامل مخالفین هم میشه.
کمیته صلیب سرخ میگوید که در اوضاع بشری در افغانستان بهبود رونما نشده است و باور این کمیته بهبود نیافتن اوضاع بشری در بخش‌های جنوبی کشور بیشتر محسوب است. صلیب سرخ با پخش گزارش درباره آسیب‌پذیری بشری در جنگ بر حضور درازمدتش در افغانستان تاکید می‌ورزد. تمیم حمید گزارش می‌دهد. همزمان با پخش گزارش سالانه صلیب سرخ درباره آسیب‌پذیری بشری در جنگ در شماری از کشورها، رئیس این کمیته بهبود نیافتن اوضاع بشری را در افغانستان مطرح می‌کند. ما براستی بهبودی را در وضعیت بشری در افغانستان نمی‌بینیم. با این هم صلیب سرخ تاکید می‌ورزد که افغانستان را ترک نخواهد گفت، هرچند نیروهای خارجی هم به بیرون شدن تدریجیشان از این کشور آغاز کنند. صلیب سرخ تنها سازمانی است که از سال 1987 میلادی تا کنون افغانستان را هیچگاه ترک نکرده است. در حال حاضر 1400 نفر در دفترهای صلیب سرخ در افغانستان فعالیت می کنند. از این میان بیش از 100 تنشان خارجی و دیگر کارمندان این نهاد افغانان هستند. شمار از مردم هرات از جنبش های آزادی خواه مردم ایران حمایت می کنند. در مظاهره که امروز با شرکت شمار از مردم هرات به همکاری حزب همبستگی افغانستان برگزار گردید، تظاهر کنندگان در اعتراض به اعدام پناهجویان افغان در ایران شعارهای ضد حکومت ایران را سر دادند. جاوید زیارتجاهی از ولایت هرات گزارش می دهد. با دنبال اعتراض ها به خاطر اعدام شماره از پناهجویان افغان در ایران، شماره از مردم هرات با برگزاری تظاهرات صلح آمیز عمل کرده این کشور را برخلاف اصول دین مقدس اسلام و نقض حقوق بشر می خوانند. این تظاهر کنندگان حمایتشان را از نهادها و جنبش های آزادی خواه در ایران اعلام داشتند و از سازمان های جهانی خواستند که مانع عملکردهای دولت ایران در این باره شوند. دوتا افغان خفه کنند. اونا هر کار گرفتن. می رفته به ایران به بیژن زده بودن، به مغزش کشته شد، جنازی رو بودیم. لانه های جاسوسی باز کند و از طریق لانه های جاسوسی جاسوس تربیه کنه و مردم ما را به خاک خون بکشانه. از سوی دیگر شماره از دانشجویان دانشگاه هرات می گویند که آنها چندین بار قصد برگزاری مظاهره صلح آمیز را درباره عملکردهای ایران داشتند، اما حلقه های در دانشگاه هرات مانع آنان شدند. اما مسئولان دانشگاه هرات میگویند که آنان به هیچ دانشجویی اجازه نمیدهند که در این محیط حرکت سیاسی انجام دهد.